تراسی بالان باشه مراشای الاد یعقوب در ادامه قوانین مایای تاهور گفتیم اگر تیکه های مایی هست، مایی هست که برش خورده و یکی از تیکه ها میبینیم روش فلس هست، اگه اون تیکه ها رو کنار همدیگه میچینیم با همدیگه جور در میاد که یه مایی درسته باشه، میشه بقیه اونا تیکه های دیگه هم رو به اعتبار هم یه تیکه استفاده کرد که به احتمال قریب یقین یک مایی هست که برش خورده و تیکه تیکه هست. اما اگه تیکه ها با همدیگه جور در نمیاد، پهناشون قطعشون با همدیگه کم و زیاد هست، فقط همون یه تیکهی که پوستش فرض داشته مجازه و بقیه تیکه های دیگه آسون محسوم میشه و قابل استفاده نیست. به همین خاطر گفتیم اگر ماهی رو به صورت فیله شده، یعنی پوستش هم کندن، استخونش رو برداشتن و گوشتش هست، حتی حالا روش نوشته فیله فلان ماهی که به اسم ماهی کاشر هست، به این شکل قابل استفاده نیست مگر اینکه با نظارت کاشر باشه و مهر و تایید کاشر داشته باشه. مهمترین و در واقع اصل علامت کاشر بودن همین وجود فلس یا پولکه. این که حالا شکل سر ماهی چه شکلی است، که یا سرش پهنه یا نکتیزه، ستون فقراتش به چه شکل هست، اینها علائم 100% نیست، چرا که ماهی های وجود دارن که فلس دارن اما سرشون پهن نیست، سرشون نکتیزه، مثل سر کوسه اینا، و ماهی ها هست که سرشون پهنه ولی فلس ندارن. علامت همون علامتی است که در خود تورات نقدشا روش تاکید شده که داشتن همون باله و فلس، که گفتیم اگه فلس داشته باشه حتما باله هم داره. بنابراین اگر پیدا شد مایی که فلس داره، حتی اگه ستون فقرات داره و استخونه به این شکل نداره یا سرش پهن نیست، مجاز طبق همه نظرها. مایی های کوچیکی که پیدا میشه موقعی که زمین رو شخم میزنن، حتی اگه شکل ظاهریش شبیه مایه کاشر باشه، که اگر تو این مایه رو تو رودخونه ای دریای جایی میگرفتیم کاشر بود، اما اینجا چون توی خاک پیدا شده آسوره، چون تورات حضرت فرموده به ما این موجود که تو آب هست با این شرایط حلال هست. روغنی که توی ساردینای کوچیکه و سایر تولیدایی که مثلا مایه کیلکاس، که این دیگه مایه خود مایه کیلکا کاشر است و چون ساردین یا مایه کیلکا ریز کوچیکه، معمولا مایه غیر کاشری قاطیش نیست و میشه کنسرو مایه کیلکا رو حتی اگه ناظر کاشر هم نداشته استفاده کرد. و حالا روی قوطی مثلا نوشتم با روغن زیتون، روغن نباتی، روغن گیاهی، جای نگرانی نیست که مبادا روغن تامه‌ای داخلش ریخته باشن یا قاطیش کرده باشن روغن تامه، که چون این عنوان الفو کارشو داره به این تبلیغ میکنه که این روغن مثلا زیتون داره، نمیاد اعتبار خودش رو زیر سوال ببره و کارشو خراب بکنه. خود روغن ماهی که حالا جنبه دارویی هم داره، به عنوان دارو استفاده میشد و امروز هم استفاده میشه، عموما از روغن ماهیای تامه تهیه میشه. بنابراین بیماری که شم بوسکاناست خطر جونی نداره، اما ناشی از بیماری به بستر افتاده و حالا براش تجویز کردن که از این روغن ماهی استفاده بکنه، به خاطر حالت بیماریش مجازه که خود روغنه رو بنوشه جداگونه، چرا که معمولا طعم و بوی خیلی بدی داره، منفوره و آدم به زور اونا میخوره، یعنی به خاطر که چون به اون مثل داروی تلخ دیگه میخوره، به طریقه خوردن نیست و به خصوص که مثلا یک باره به اندازه شیور رویید 80-300 رو نمیخوره، مثلا خیلی کمتر از اونو میخوره، با اون شرایطی که بیماری که به بستر افتاده میشه براش مجاز گره.
و امروز کالا معمولا اینا رو به صورت کپسول در آوردن و فرد دیگه به خاطر که حالا دیگه اون طعم و بوش کمتر قابل احساس باشه و یه لایه که ژلاتینی در واقع بین اون روغنه فاصله میدازه با گلو و فرد اونو قورتش میده، درخ اخیلا به این شکل نیست، برای بیماری که براش تجویز شده میتونه اون کپسولا رو استفاده بکنه که دیگه حالا از اون حالت خوراکی هم مثل نوشیدن هم بیرون اومده. همینطور برای نوزادایی که ضعیف هستن، زیر وزن هستن یا جنبه‌های دیگه که پزشک تجویز میکنه که از چنین روغنی استفاده کنن، قانونشون به همین گونه است که مثل بیماری که شموسکانه هست و مجاز شمرده میشه و کاملا واضحه که تمام اینها به شرطی است که غیر ممکنه آدم به دست بیاره روغن مایی یا مثلا کپسول اون روغن مایی که تاییدیه کاشر داشته باشه، طاهر باشه، وقتی که دیگه چنین چیزی در دسترس نیست و پزشک تجویز کرده برای بیمار یا اون شرایط خاص میشه مجاز گرفت. ولی اگه مسلمه که اگر به کاشرش گیر میاره که استفاده از نوعی که تاییدیه نداره قابل استفاده نیست. تخم ماهی کالا اگه ماهی خاویار باشه، حالا اون میگن تخم خاویار، اما تخم هر ماهی، هر ماهی که کاشر خود به خود تخم اونم کاشر، به همین خاطر اگر همین مثلا ماهی شیر گرفته یا همین ماهی قزلالا وقتی که میمونه بزرگ هست داخل شکمش اگر تخم وجود داشت اونا کاشر به استفاده است. اما چیزی که به عنوان خاویار فروخته میشه تو بازار معمولا از یه نوع شیر ماهی غیر کاشره و قابل استفاده نیست مگر جایی که با تایید کاشر باشه. حالا معروف‌ترین و بهترین خاویارها خاویارهای خود ایران هست و این کاشر محسوب نمیشه. به همین خاطر خاویاری که آورده میشه از خارج از ارس با تاییدیه کاشر، یعنی ناظر کاشری وجود داشته موقعی که داشتن خاویار رو تهیه میکردن، ماهیش ماهی کاشر بوده، حالا اونا رو شستشو میدن، بسته بندی میکنن، حتی اگر رنگ اون خاویاره سیاهه که این علامت خاویارهای تامه است که سیاه یک از بهترین نوع خاویار هست و بعد که تحقیق میشه مشخص میشه که این خاویاره خودش از مثلا قرمز رنگ بوده به خاطر اینکه خوشگلش بکنن و زیباش بکنن، در واقع عنوان خاویار عالی بفروشن مواد رنگی مجاز به ایستادن که به رنگ مشکی در بیاد، بعد که با ناظر کاشر بوده قابل قبول است و قابل استفاده است. اینم باز حالا کمتر بیشتر توی حالتی که تور میدازم میگیرم، بعض وقتا یه مایه غیر کاشری، مایه تامه، این مایه طاهری رو شکار کرده تو دهنشه به این شکل، حالا چه این که مایه رو از سر قورتاده یا از دم قورتاده، اگه مثلا منزجر کننده نیست و سالم هست و مشخص اون مایه که شکار شده فلس داره، خوردن اون ممنوعیت و ایسوری نداره. این کلیاتیست که در ارتباط با علامه ماهی های طاهر وجود داره که گفتیم مهمترین چیز این هست که ماهی فیله شده قابل استفاده نیست مگر اینکه تاییدیه و مهر کاشر داشته باشه، ماهی که حالا قطعه قطعه شده و پوستش هنوز روش هست میشه بدیقا کرد، اگر رو پوستش فرسی پولکی هست، حتی یه دور فرس که هنوز چسبیده به جاش، این حداقل همون یه تیکه قابل استفاده هست، اگه میشه با تیکه های دیگه جفتش کرد کل اون ماهی کاشر میشه. و روال کره این است که ماهی که فرض داشته باشه حتی اگه تعداد کم کنار گوشش زیر شکمش ماناخو آدم میکشه به چیزی که با چشم قابل رویت باشه، اون ماهی ماهی کاشر محسوب میشه.